این کاملا مشخصه که ما موقع تماشای یک فیلم کمدی دنبال اون روابط علت و معلولی و منطق سفت و سختی که در یک فیلم درام انتظار داریم نیستیم. اینو مفصلتر توی یک ویدئوی مربوط به کمدی در پلیلیست ژانر توضیح میدم. اما در مورد خاص کمدی‌های داریوش مرجویی مثل اجاره نشین‌ها و مهمان مامان نکته خیلی جالب اینه که فضای فیلم کاملا رئاله، مضمون‌ها و دغدغه‌ها و درمایه‌هاش اجتماعی‌ان و معاصر، ولی او اصرار داره که گاهی بعضی لحظه ها و کنش ها رو طرف یه جور سورئالیته ببره، یعنی مثلا جاری شدن سیل و غل خوردن آدم ها توی راه پله اواخر اجاره نشین ها حتی یه ذره به منطق کارتون نزدیک میشه. همیشه هم میگیم اجراش توی سینمای ایران در دهه های بعدی تقریبا غیر ممکن بود، حتی تهیه کننده های دولتی هم جرأت همچین ریسک و هزینه کردن یا نداشتن، چه رسه به دوره ای که تهیه کننده بخش خصوصی در اجاره نشین ها این کارو پیش برد و حتی میدونید که میزان امکاناتی که در مورد جلوه های ویژه وجود داشت اون موقع ناچیز بود و همه چی باید به طور عینی و عملی توی همون ساختمون اجرا میشد. ویژوال افکت و سی جی آی و اینا خبری نبود به طور بدیهی. در مهمان مامان نکته خیلی ویژه برای من اینه که اولا دیوانه بازی های شخصیت ها توی این فضایی که برخورد ها و مواجهه ها زیاده خیلی بستر خوبی فراهم میکنه برای آدمی مثل مهرجویی که به دیوانگی های خاص کاراکتراش علاقه منده، با لذت اونو خلق میکنه و در نتیجه اون لذت به بیننده هم منتقل میشه. از جمله دیوانه بازی های آقای یدالله با بازی حسن پورشیرازی از جمله مثلا اینو در نظر بگیرید که موقعیت سورئالی مثل بخیه زدن شکم ماهی در کنار حوض به عنوان یک ایده‌ای که میخواد همدلی اون جمع طبقه محرومی که شخصیت‌های فیلم هستن رو منتقل بکنه، یعنی یک دغدغه کاملا اجتماعی ولی اتفاق نزدیک به سورئاله. همیشه با قطعیت میگم هر چند بار که آدم مهمان مامان رو دیده باشه باز ممکنه در دیدار بعدی دیالوگی، موقعیتی، میزانسنی، شوخی ببینه یا بشنوه که قبلا بهش توجه نکرده بوده. از جمله واقعا خودم تو همین تیکه که برای برنامه آماده کردم اون شوخی مربوط به دو مفهوم کلمه عمل، حالا میخوام شما اتاق عملو را بندازید ببینم من چیکار میتونم بکنم دیگه. عملتون چی هست؟ ما اتاق شما آماده بود. عمل جراحی دیگه یوسف جان، یه سبد بیار ماهی رو بگیر شما. ولی اساسا دیوانه بازی در فیلم مهمان مامان محدود به اینا نیست و حتی توی بخشای ساختاری فیلم، تو وجوه ساختاری فیلم هم نمونه های ازش میبینیم. به هر حال من نمیدونم خانم، اگه قرار باشه من شغلم از دست بدم بدبخت بشم، شما رو هم بدبخت میکنم، شوهرت هم بدبخت میکنم. خیلی از اون چیزهایی که به عنوان دیوونگی و دیوونه بازی به شخصیت‌های مرجویی نسبت دادیم در مجموع به طبقه اجتماعی و فرهنگیشون برمیگرده، به اینکه هر آدمی چجوری حرف میزنه. مثلا اینکه توی فیلم‌های او آدم‌ها بسیار توی حرف همدیگه میپرن، بدون اون حالت تک‌گویی‌وار رایج در سینمای ایران حرف میزنن، یا حتی آخه خانم جون وقتی تو اون باغ بزرگ موشک انداختن و این نور چشمی سوخت ما رو کوش دادن به باغ پایین، بعد از دو سه سال اومدن گفتن باغ فروختین، بیا این 70,000 تومن رو بگیریم بریم جایی برای خودتون پیدا کنین، این سان زیر بار نرفته نره، باید به ما خونه بدن، ما از اینجا جم نمیخوریم، هرچی گفتم زن با قبول کنیم نکرد. خب ای دروغ گفتم، میخوام ببینم اصلا با این 70,000 تا میتونستی چه گل بخوریم. هیچی نگرفت، صاحبای قدیمی هم گفتم خود دانید، حالا نه خونه رو داریم نه 70,000 تومن رو. بگی از بس که خرید اصلا آگاهی همیشه هم سرت کلا میزه. بگی زن برو بخواب بدار سکمن چی دوری میتونم بدار خبری چریخ سرس
صدا میکنیم گندمونو بردیم. ببخشید خانم. یا حتی وسایل رو خیلی راحت به طرف هم پرت میکنن، از کوره در میرن. همه اون زمزمه ها، زندگی ها، عشق ها، همه دروغ بود. و شکل معمولاً از پیش تعیین شده و قراردادی میزانسن‌های سینمایی رو ندارن، همش به واقعیت لحظه برمیگرده. اما در وجوه ساختاری مهرجویی کارهای دیوانه‌وار دیگری هم میکنه. از جمله این که وقتی شخصیت یوسف در مهمان مامان از پایین شهر به بالای شهر میره، جهت حرکتش رو توی نمای آخر منجر به خونه والدین متمولش برعکس نشون میده. یعنی به جای اینکه پایین به بالا سربالایی باشه، تصویر خیابون رو سرپایینی نشون میده. بله، اینو منم میدونم که خیلی از خونه های بالای شهر میتونن در جایی از کوچه یا خیابون قرار گرفته باشن که از یک طرف سرپایینی بهشون منتهی بشه. اما اینو قبول کنیم که هر فیلمساز دیگری جای مهرجویی بود، در کمپوزیسیون تصویر جهت شیب و برعکس میکرد که تصور از پایین شهر به بالا شهر رفتن کامل تر بشه. میدونید که اهل تفسیر نیستم و این نوع رویکرد رو در نقد فیلم از آفتهای بزرگ میدونم. از جمله توی ویدیوهای دیگری به این موضوع اشاره کردم که توی یوتیوب فارسی این به چه عارضه وحشتناکی تبدیل شده و هر کسی تصور میکنه باید برای فیلم دفترچه لغت معنی بسازه و به بیننده بگه بفهم که چه تصویری چه معنایی میده. اما فقط در ابعاد یک تأثیر حسی میشه دید که این جهت برعکس پایین به بالا، وقتی یوسف از محله پدری به محله خودشون برمیگرده، با اون رستگاری و کمال انسانی که مهرجویی داره به طبقه محروم نسبت میده همسویی داره، چون انگار اینها از نظر بصری بالاتر قرار گرفتن. قابل شما هم. وای، اینا رو از کجا آوردی؟ خیلی نباشه،